هرچند قرار است تا پایان سال 2014 میلادی نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک کرده و مسئولیت تامین امنیت و رهبری عملیات ضد هراس افغانی را به نیروهای افغان بسپارند، اما مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز گذشته که طرح کاهش بودجه دفاعی این کشور را مورد بررسی قرار میداد، بر طرح رأی داد که بر اساس آن از براک اوباما رئیس جمهور آمریکا میخواهد برای خارج کردن زود هنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان برنامه‌ریزی کند. نیروهای ما برای دو هدف اساسی که به افغانستان رفته بودند آن را موفقانه به دست آوردند، از بین بردن پایگاه‌های آموزشی القاعده و سرکوب آنها و همچنان به دادگاه کشانیدن آنانی که مسئول حادثه 11 سپتامبر بودند. حالا وقت آن رسیده تا زنان و مردان خود را به کشور برگردانیم. اما در این حال شمار سناتوران جمهوری خواست ضمن مخالفت با این خواست مجلس سنا که در کنترل دموکرات ها قرار دارد گفت پیش از این نیز فرماندهان نظامی ارتش آمریکا در افغانستان از کاهش 33,000 نیرو که در ماه جون اعلام شد مخالفت کرده بودند. در چوب د امریکای په وګو د نظام سپور وی او تر چوب د امریکای په چګسونو باندې د نظام روان وی، زما هیله و آرزو د ټولو افغانانو نو دولتي مقامات نه داده چې اتکاب خپل ځان باندې وکي او اعتقاد خپل په نظام باندې وکي تر څو اوس کولای د خپل په لاس باندې افغانستان جوړ کړو، پردی راته نه جوړوي. این در حالی است که در ماه می گذشته پیشنهاد مشابه مبنی بر سرعت بخشیدن انتقال مسئولیت امنیتی و رهبری عملیات‌های نظامی از نیروهای آمریکایی به نیروهای افغان در مجلس نمایندگان این کشور که تحت کنترل جمهوری خواهان قرار دارد رد شده بود و این بار نیز فرصت این که این طرح به قانون تبدیل شود کمتر است.